جلسه قبل تا اینجا پیش آمدیم تو همین کلمه فی اولیاء گفتیم این فی اولیاء یعنی درباره اولیاء خود گفتیم اولیاء یعنی چی؟ گفتیم اولیاء خدا همه مومن اولیاء خدا تا این خیلی دیگه متفاوت جایگاهاشون به صورت خاص منظور از اولیاء اهل بیتن به صورت عام شامل حال هر کسی میشه که تو این شبکه ولایت تعریف شده ارز کردم شبکت که تو مجموعه مجموع از مؤمنینن که ارتزاقشون ارتزاقشون از عقل و فطرت یعنی عرض کردم مثلا جلسه قبل برای اثبات امیر مؤمنی هیچ نیازی به این ماجرای قدیر و فلان این چیزا نیست که همان که هست یعنی ما نف نمی کنیم. یک نفر عقلشو بگذاره وسط فطرتشو بگذاره وسط بشینه ببینه امیرالمومنین مقایسه کنه با افراد دیگه کافیه و اون دنیا هم همین عقل و فطرت خیر آدم میگیرن یعنی اینکه میگه ما گفتیم الستو بر ابکم قالو بلا شما گفتید بله میگه ما کجا گفتم بله یا همین عقلت همین فطرتت خب ما افرادی رو داشتیم با عقل نظری به خدا رسیدن یعنی کسی نبود بهشون باشون حرف بزنه دو تا چهار تا میکنم گفتن خب این خدا چجوری این, این که من ساختم این بوته چجوری خدای من آخه ببین با دو تا چهار تا دو, دو تا چهار تا اینو توسعه دادن فکر کردن فکر کردن فکر کردن یک جای خیلی خوبی رسیدن و فطرت هم داشتن ولی توی جزیره بود اون با گومبا با گومبا هم میکرد داشتن میرفتن با نیزه برن شکار بکنن میگفت مثلا آقا خرگوش اینو خدایش نامردی ما بدوزیم بلند کنیم ببریم نامردیه این نامردیه فطرت رو میفهمید این شبکه از عقل و فطرت و وحی ارتزاق میکنه قواعدشون چیه تو این شبکه؟ قاعدهشون چیه؟ قانونشون چیه؟ معروف و منکر میشه معروف باشه انجام میدن منکر باشه انجام نمیدن باید و نبایدشون اینه از کجا میارن اینو از قرآن میگیرن و از اهل بیت میگه آقا قرآن فرموده مثلا ولا فلان این کار نکنید اون نمیخواد ان لا يحب الفلانا اون فلانین این یوهبا یعنی دوستشون داره گفتیم شبکه ولایت حب داره دیگه میگه من دوست دارم برم این کار خدا دوست داره نگه چون خدا دوست داره میرم انجام هم خودش کشش داره همون کار اقلانیه یعنی دوست داره اصلا کشش داره حب به الایمان ذاتا شما های اینا رو دوست دارید اهل بیتش کجاست معروف و منکر چی هن؟ المعروف ما امرتم به و ما نهیتم عنه معروف اون چیزی که شما میفرمایید منکر اون چیزی که شما نهی میکنید یعنی من چشمم به دهان اهل بید گوشم به دهان اهل بید بینا آقا چی رو نه کردید؟ چشم چیو امر کردید؟ چشم مبنایید شما شاغورید خط کشید. شاخصید پس این شبکه ارتزاقش از عقل و فطرت قواعدش معروف و منکر از کجا در میره؟ میگه کتاب راهنمایی رانندگی افسر چجوری رانندگی کنیم قواعدش چجوریه قانون رانندگی چی میگه باید. آموزش رانندگی مگه نرفتی آینا مگه پاس نکردی اون آینا رو بخون اون قانون قرآن آقا یه جا هست حسن قانون داره میگه چرا قرمز نباید برید افسر وایس میگه تون تو رد شید برفی کی گوش میکنیم افسر این محکمات قرآن حل همه میفهمیم باقی نماز بخونید نمیدونم گوشت خوب نخورید این چیزی که بدیه تو متشابهات که من ببینم افسر چی میگه چرا چون افسر آگاه ترین فرد به این کتاب درسته؟ چون افسر آگاه ترین این فرد ساز و کار این شبکه چیه؟ اون قواعدش بود ساز و کارش چیه؟ حب و طبعیت یعنی کسی که تو این شبکه نسبت به هم محبت پیدا میکنن نسبت به سر شبکه هم محبت پیدا میکنه نسبت به ولی خدا بالا یه وقتی میگه اشهد ان علی ام ولی الله ته دلشون که رجوع میکنن میبینن کشش دارن به امیرن مون میبینن یه عکس از ایوان نجف میبینن دلشون میره میبینن وقتی مد امیرن یه جا دارن میگن قلبشون به تاپ تاپ میفته کشش دارن نسبت به ایشون و تبعیت طرف یه بازیگر یا یه یا فوتبالیست یا یه کسی دوست داره موهاش شبیه او میکنه محبتی که منجر به تبعیت نشه محبت دروغینه چرا چون ذاتن ما کشش داریم کسی که دوست دوستش, داریم آروم آروم ناخواسته شبیهش میشیم گوش کنید ناخواسته درام با یه نفری چند مدت رفیقی قشنگ فهمیدید بر... در مورد خودمون پیش میاد بعد سه چهار ما میبینیم شبیه فلانی میخندیم مدل خندش رو اختباس کردیم تکی کلامش رو گرفتیم چون علقه داریم برای همین در ولیه محبت هم نافت است. و همراه چی؟ تبعیت و اصلش تبعیت در مقابل اینا بیرون نسبت بیرون شبکه هم گارد داریم بغزمون برای اون شبکه بغلستی شیطان ولایت شیطان را پذیرفتن و عدم تبعیت که تو آیه قرآن فرام و لا تتخذو اینو نگیرید یه جا میگه بگیرید یه جا میگه اینو بگیرید یه جا میگه نگیر اون بگیره توی شبکه است قواعد اونه در بیرون نمیگیره سمرش این چی میشه سمره این شبکه نور شبکه سمره این شبکه عدل ادالت همه چی سر جای خودش قرار میگیره سمره این شبکه حکمته یعنی یه علمی تو اعضای این شبکه ساری و جاری میشه از سمت خود خدا که بخشی از این آموزشی فیزیکی است یعنی کلاس درسه و بخش عمده این العلم و نور یغزه فوق لا فی قلب من يشان. یعنی خود خدا تو دل مردم میذاری که طرف حکمت پیدا کنه یه پیرمرد نماز شب خون چیزایی از دانش علم سیاست میفهمه که صد تا دکتر علوم سیاسی نمیفهمه نگاه میکنه یه نفر رو برانداز میکنه میگه این کاره نیه. یعنی کجا میفهمه اون حکمت بهش داده شده یعنی سمرش هم شد این پس یه شبکه ای که ارتزاقش از عقل و فطرته قواعدش از قرآن و اطرت گرفته از سقله این معروف و منکر سازوکارش حب و طبعیته و سمرش عدل و حکمته میگه که ش... الحمدلله لذی من شکر میکنم اون خدایی رو که یه جریانی رو راه انداخت در مورد اولیاش پس این قصه ای که سر اولیا میاد اون عامل تشکر است که دو سه جلسه قبل گفتیم که هم دو گفتیم یه تشکر با... خب اون قصه چیه خب پیمان روز علس هم همین پیمان ولایت بود و این فقط این نیستش که بر انسان ساری و جاری شده بشه بدیم بر کل هستی بلر گفتن کل هستی کل هستی شعور داره کل هستی روح داره و پذیرفته توعن چه از سر اطاعت چه او کراه چه از سر کراهت در ما که مختاریم این که نکره خودم میبینیم چی شد در موجودات غیر مختار تبدیل میشه به ذاتشون بر همین بعضی از روایت ها میشه شم. شما می... تحجب میکنیم یعنی فلان چیز ولایت رو قبول نکرد در مورد دا اشیاء داره حرف میزنه در مورد دا درختان داره حرف میزنه در مورد از موجودات غیر... از انسان غیر مختار داره صحبت میکنه یعنی عقیق میگه مثلا ولایت رو قبول کرده نمیدونم چی ولات قبول نکرده که اینو باید فهمش وجود داشته باشه یکی از منبری ها تو تلویزیون یه حرفی زد در مورد بادم چه شرری درست شد یعنی باید بدونیم کجا داریم این حرف رو میزنیم این مقدم مؤخره داره و در عالم خلقت اونهایی که اون پذیرفتن توعا یعنی با اطاعت اینا با هم جورن یعنی حتی در عالم آ... ملک و عالم آفرینش آر... آ... فیزیکی یا جسمی اونا چیزایی که بر تو خوبه یعنی میگن همون عقیق دستت کن اینو بخور حلال مستحب خیلی هم خوبه اونو نخور حرومه این یعنی به کل هستی عرض شده کل هستی روح داره کل هستی شعور داره همه چیزم داره ثبت میکنه برای همینه که اون دنیا از هزار زاویه خدا دوربین داره چون همه چی داره ثبت میشه این آب داره کلام ما رو ثبت میکنه الان اصلا نظری ریسمان ها توی فیزیک چی میگه یه شما همجه ریس جدی ریس جادی که ریس کوارکام ریستر میگن چی میگن که دیگه, دیگه این تایان زراد انرژی هن و شعورن هستی شعور داره میفهمه همه چی رو همه چی ثبت میشه در و دیوار شاهدند. این دوربین های همشون داره همه چیز ثبت میکنن شما فکر کن یه فیلم میداری میسازی به جای چهار تا دوربین چل میلیارد دوربین بذار روش مگه میشه چیزی در بره از اونجا همین کسایی که تجربه نزدیک به مرگ دارن دیدید تو همین شبکه چهار نشون میداد میگفت من میرفتم سلول سلولم میدیدم چون خود اون سلوله شعور داشته یا مامرزا میفرماد همه چیز روح دارد همه چیز روح دارد سنگ روح داره بله یعنی چی روح داره حضرت فهمید روح الحرکه اسم روحش همینه بعد چی گو گیاهان گفت روح الحیات حیوانات روح الشهوه اینجا چی شو گوشون انسان چی مؤمن روح الایمان گرفت <تص> چی شد یعنی انسان غیر مؤمن با حیوان فرق نداره برای چی برای همین چی مخ... چی محشور میشه اون طرف حیوان مثل خر زندگی کرده خر محشور میشه دیگه مثل خوک زندگی کرده خوک محشور میشه بعد بعدش چی روح الیقین این ویژه برخی از مؤمنینه گفت اینا گفت اون کسایی که از یه روایتی که از امام حسین علیه السلام استنباط میشه که این دو کنار هم میذاری معادله حل میشه چون منتظرای امام زمانن چرا چون اونا یؤمنون بالغیب هن. اونا امام بدونه که امام ببینن ایمان میارن به حدی این عقل و فطرت رشد دادن یؤمنون به سواد علا بیاز به کاغذ ایمان میارن ببین به سواد سیاهی روی سفیدی به جوهر ایمان میارن ندیدن من کنتم مولا فهازا علی مولا اما جوری برای این جمله جون میدن که اون صد هزار تایی که باید سودن نگاه می زدن زیرش اینا یؤمنون بالغیب و یقیمون از سلات حالا میبینی بازم باید با سلات دیدید دوباره جور در من. اینا ندیده ولایت اهل به تو برپا میکنه اصلا این دعا مال ایناست دعای ندیده هاست دعای کسایی که میگن متا ترانا و نراک ما که ندیده بت میشه روز ببینید. مانیفستشون اینه پس این پیمان از کل هستی گرفته شده این نیستش اتفاقی نیست شما فکر کنید مثلا یه زمین میشه زمین کربلا یه زمین میشه زمین یه جای دیگه اینه توصیه میشه آقا مثلا اینجا زندگی کنید اینجا زندگی نکنید اینو بخورید اونو نخورید حتی در عالم خلقت هم گفتیم این برش از دنیا های موازیه. این برش جرمی جنسی جسمیش حقیقتش میشه این یعنی اون هم برای روحت بده هم برای جسمت بده یعنی احکام دین برای جسمت هم خوب یعنی مراحت کنه همجه خوب عمر میکنی کمتر مریض میشی روان سال آدم که حسودی نمیکنه روان خودش سالمه آدمی که دروغ نمیگه اعتبار داره تو جمع بابا این شرکت های تبلیغاتی هم به این اساسن دروغ نباید بگی فلان نمیدونم خودروساز توی نمیدونم ژاپنی آ کل نمیدونم میتسو بیشا کل ایران چیز دنیا جمع کرد چی بود چراغ خطرش با چند نم چقدر میلی ثانیه فاصله مثلا روشن میشد چرا خطر میگه نه این اعتبار منو خراب میکنه یعنی تو وقتی مسلمونی دنیا هم درسته هر دنیا دریخته برمی کنه مسلمونی نکردی یعنی اون حقیقت ملکوتی شکل ملکیش هم زندگی رو درست میکنه آه اینو اینجوری بخور اونجوری نخور باش بود ست سلوم کردی بارو عرض کردیم دکترام پنجاش از سال دارن سکته میکنن میمیرن شما این مجتهدین علما 100 سال عمر کردن بابا که دیگه ته علم بهداشت دیگه بعد بهتر از هم بدونه از اون میگم چه میدونم گفته اینو با این نخور مکروه نمیخور آقا چرا نمیخور چه میدونم قرار همش ال ال شرای ما بدونیم بعضیاشو علم مور زمان چیکار میکنه کشف میکنه خیلیاشم کشف نمیکنه یه من به این دین اعتماد کردم ده بار عقلانی به مثبات شده بس به بعدش هم اعتماد میکنم باشه انجام نمیده از این هم ولایت به ربوبیت خداست به پیامبر و به اهل بیت همه باید به این بله میگفتن حتی انبیاء الهی بله مریم هم اگر میخواد به یه جایی برسه بشه مادر ایس ابن مریم درسته؟ بهش دستور میشه یا مریم اسجدی به سجده برو اغنطی ورکعی تو هم باید به رکو کننده به رکو بری تو هم خود رو ولایت برسونی حضرت آدمش هم همینه همه همینه یعنی باید و میگم ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشون دادیم ملکوت ها میگه این جلوه ملکوتی این ملک رو بهش نشون دادیم فنظره نظرتن فن نجوم با آسمون یه نگاهی کرد و قال نیستم مریض شد چی بهش تو ملکوت ها آسمون میگه رو, رو میگه آشورا رو بهش نشون دادن رفتید از آن چی که دیده بود مریض شد افتاد ما درک از آشورا نداریم هنوز هم فهم کنید آشورا مثل این دعوایی که توی تلو... موبایل میبینیم قرآنی که فا نظر نظرتن و نجوم و خب الحمد اللهم لک الحمد على ما جرا بهی قضا خدای شکرت به خاطر این قضا و قدری که قرار دادی فی اولیاء اولیاء معنی کردیم الذين استخلصتهم لنفسك بدينك کسایی که تو خالصشون کردی باب استفعال به زوره یعنی طلبه میخواستن تو هم میخواستی این این... کدوم اولیا اولیا گفتی برای کی خالصشون کردی لنفسک برای خودت و دینک خب خدا برای خودش که لازم نداره ها این برای خود خواهی یعنی همه هم و خدا باشه مبنا خدا مبدع خدا مقصد خدا همه چی خدا بر همین وقتی امیران از پایمبر پرسید که توحید رو بر ما تر بفرمود یعنی چی؟ پایمبر فرمود وال لله و عاد الله برای خدا دوست بدار برای خدا دشمن بدار جز خدا هیچی نده ابتقام رضا الله فقط رضایت خدا ذره نفس وسط نیست اپسیلونی به میزانی که اپسیلونی نفس وسط باشد شما از خدا فاصله میگیرید اصلا این همون رتبه اولیا الله بر هم مکالمه که امام حسین داره شما کمتر از پیغمبری میشنوید مثلا شما می انبیا الهی اما خب تو قرآن بالاخره خدا بیا میخوام ببینمت حضرت موسی حضرت ابراهیم چجور مرده رو میکنی؟ لیتمن قلبی دلم آروم شد اینا رو از اهل بیت نمیشنوید اینا از پیامبر خودمون نمیشنوید سکوت مطلقه تو این کتابیشون بارها عرض کردم سکوت سکوت مطلق ازش سوال میپرسیدن خب این خدای تو چیکار میکنه؟ بر نمیگشت به خدا بگه خدا نمیخواد جواب اینا رو بدی؟ هیچ آیه آیه نازل یسعلون که عن الفلان از تو در مورد انفال میپرسن اردن چی هر ما خودش صلاح بدونه میگه وحی به تاخیر میفته از با 40 روز چل اذیت میکنن سر ماجرای زلقرنین همین شد دیگه یهودیان مثل آدم نیمدن که بگن کوروش که چون کوروش تو کتابش اسمشون هست کورش هم هست اومدن گفتن به قولی اون صاحب دو تا شاخه کیه بعل حکر نعیم عبارت ابریشم بعد چهل روز جواب اومد یا سالونه که عن الزلغرنی از تو در مورد چیز دارم میپرسم بیور جواب انقدر عبد محضه هیچی از خودش نداره انقدر آینه است کامل خدا رو باستاب داده هرچی این آینه صافتر باشه بیقل و قشتر باشه بهتر باستاب میده درسته؟ انقدر بیقل و کامل باستاب داده هیچ کس در هستی مثل اهل بیت نتونسته باستاب هیچ کس نمیتونه به میزانی که شما یه خورده اون وسط سد... ببین مثلا حضرت یونس قاطی میکنه دیگه اینا حرفوش میکنید بار بابا با. <تصفح> ترک پست میکنه میشه <تصفح> بلوی سرش میاد سلیم میپذیره که تو ظلمات بودم و زنون ذهب مغاز و, و فزن نقدر علیه فنادف الظلمات ان لا اله الا انت لا اله الا انت من چرا به کسی دیگه توجه کردم هیچ محل توجه جستو هیچ محل پرستش جستو وجود نداره سبحانه که این نیکن تو پاک و منظهی یعنی من پاک و منظه نبودم این نیکن تو منظم ظلمت گرفت منو فستجبنا له و من الغم و کذالک جل المؤمنین اینجا باید بفهمی که غم یعنی چی؟ یعنی اونجا که من تا خدا فاصله میکنم غم تو نگاه من شما چیه؟ اینکه دنیا فاصله بگیریم درسته یا نه؟ ماشین یه چیز میشه قم میگیره دم هر که دنیا داره قم میگیره اما وقتی از حضرت زینب میپرسی ما را الله من جو زیبایی ندیدم که اینه پس خدا همه رو دوست داشت گفتیم این ولایت دوستی هم معنی داشته توش توش نهفته است و عشق خدا به انسان و این علاقه و این حب موجب آفرینه شد با صفت رحمانیت خدا الرحمن بعدش منجر شد به چی خلق الانسان با رحیمی عشق انسان به خدا این کشش تو که قرار میگیره ما برمیگردیم انا لله و انا الیه راجعون ما از خودش بودیم از کجا آمدم آمدم بهره چه بود حالا به کجا میروم اینو باید بفهمیم این عرض کردم خدا این روح ما رو متوجه جسممون کرد حالا ما باید با عقلمون فطرت با بهرهگیری از اولیاء خدا دوباره همین روح میگه برش کن اینجا رو بابا اون بره. تکسر رهای روح مجرد بسیط اصلا کسرت نه کسرت بیشه این دنیاست نباید چود جلب بکنه باید برگریم بر. برای اینکه ما به اون رحیمیه خدا برسیم معلم لازم داریم که معلم کیه؟ همان امام زمان هر وقت ما فقط با ایشون میتونیم برسیم حالا آدم میفهمه چقدر بدبخته حالا آدم میفهمه چه بلایی چه, چه نکبتی دنیا رو گرفته چه ظلمتی دنیا رو گرفته سخت فهم این مسئله که نیازهای جن، جنسی جسمی جرمی من نبینم بکنم از اینا دوربین از اینا زوم اینا زربین رو بردارم خیلی سخته حتی ای عقلی بهش میرسیم اما در عمل باز قافیار میبازیم این باید بهش برسیم این امام چند تا ویژگی داره اینی که هم آدرس میده یا مثلا فلکی دوم صادقه کجاست میگه آقا اینجوری این بار این آدرس درست رو بهت میده به این اکتفا نمیکنه بعضی شهرستان اینجوری ما رفتیم خیلی زیاد میریم دیم خیلی با مرامن مثلا میپرسی میگه بیا باید بگم کجاست بیا دنبال موتورم بیا باید بگم اصلا راهشو کج میکنه بند خدا آقا اینجا سوستن میرسوند اونجا این فرهنگ ما ایرانی ها بوده دیگه ما تو فرهنگ دینیمون هم داریم که ابن سبیل تو راه مونده رو باید هواشو داشته باشی میگه آقا بیا باید نشون بدم هم آدرس میده هم میبردت یعنی هم این نکته سومش از همه داره و هم خودش آدرسه ببین یعنی امام آدرس میده تو رو میبردت میرسونه به خودش به این در مورد امام حسین چی میگه میگه که مصباح الهدا آ توی دریای کشتی داره در به فانوس دریایی لازمه یه فانوس میذاشتن که آقا اینو ببینن به صخره ها نخورن بدونن کدوم طرفی باید برن اون مصباح الهداست اون چراغ هدایته خود کشتی هم هست و سفینتون نجات هم سوارت میکنه هم میبردت به سمت چی؟ به سمت خودش یعنی مقصد همین همراه توست یعنی تو قرار شبیه امام بشی این قشنگی ماجراست چون مسئله اعلاست دیگه برای همین قرآن وقتی میخواد ما رو بفهمونه که مفصل یه جلسه سخنرانی کردم اینجا فرصت نیست میگه الله نور السماوات و, و این کتاب قرآن نوره یه سوره داره به اسم نور سوره نور فکر 35 شه یا آیه داره به اسم نور نورن الا نورن الا نور خود قرآن نوره یه سوره داره به اسم نور یا آیه داره به اسم نور یعنی اصلا این همه قرآنه وقتی نگاه میکنین آیه عجب الله نور السماوات و, و الارض مثل نوره کمشکات کمش <كتمش> گاد <الامر> میگه یعنی که فاطمه فیها <داشت> و مصباح و مصباح دوتا مصباح حسن حسین <داشت> فی زجاجه در فاطمه چه زوجاجه؟ که انها و که 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 مثل ستاره میدرخشه یوغد و آتیشش و رو گرفته است من شجرت از کی؟ من شجرتن مبارکه از شجرتن از ابراهیم که این لا شرقیه و لا غربیه شما کتاب زکریا رو بخونید بفهمید لا شرقیه و لا غربیه یعنی چی چون اونجا قشنگ میگه این نوریه بخش شرقی شد یا بخش غربی شد داره جواب اونا رو میده لا شرقیه ولا... یعنی ولا نصرانیه و لا غربیه یعنی ولا یهودیه یعنی شاخه ابراهیم یه بخشش مسیحی شدن یه بخشش یهودیش هم یه اون دوتا نه از زیتونه یعنی حسینی جای دیگه داریم تین و زیتون میگه قسم به حسن و حسین تین حسن زیتون حسین میگه از زیتونم یا حسینی میگه اونی که جانمایش روغنش نور میده و نوران علا نور پشت سر امام پشت سر امام یا تا یهدی من یشا تا اون آخریه که دیگه یه هدایت گستردهی رو رقم میزن آیه نور رو مفصل توی حیعتی بود بحث کردم هستش تو اینترنت بتونید ما نمیتونیم بدون داشتن دین لنفسک و دینک دیگه گفتیم برای کی برای خودت و برای دینت و فرمول نمیتونیم برسیم هم کتاب میخوایم هم معلم هم آین نامه میخوایم هم افسر بعد میگه اینا کیان میگه اینا رو خالصشون کردی اینجا ببین سر خالص ببین ما یه مخلص داریم یه مخلص مخلص یعنی خالص شده میگه من اخلص الله یا من اصبح لله اربعین سبان جرد یا نابی الحکم من قلبی الالسانه میگه وقتی تو خالص کردی برای خدا و خالص شدی برای خدا اصلا وصل میشی جرد یا نابی الحکم جاری میشه چشمای حکمت من قلب الالسانه از, از شروع میکنه قلبت به زبونت جاری شدن یه توی خور مخلص باش آدم مخلص ما اصطلاحا داریم میگه مخلصا ما داریم فارسیشو میگیم گیر ندن به عربیش. میگه کسی که لله تقوا پیشه کرد برای خدا اخلاص داشت نه برای بنده ها نماز نخون برای بنده صدقه نداد برای بنده تعدلش داد نیتش رو خالص کرد این معجزه نیت هم وقت کردید ما رمزون بنده رو گوش کنید اون شب های قدر البته چهار شب شد ما بعدن اومد میدونیم چه استدیوی ضبط کردیم که کامل بشه اونجا عرض کنم که خیلی معجزه ای است عجب غریب شما میتونید کرور کرور ثواب ببرید بدون که کاری انجام میده فقط نیتتون درست بشه نیتت واقعا ته قلبش که ای کاش من میتونستم داینوبی سبونه بدم پول میداشه برات مینویسن نیت مهمه واقعا ته ده. یعنی میداشتی میدادی اون پول رو برات مینویسن انقدر اون دنیا میگه خیلی یا ثواب و گناه ها برابر دارن اذیت میشن یا میگن آقا پرونده بخش دوم بردید بیارید میارن خیلی ها بهشتی میشن چی شده همین همینا میاد یه بزنید دو تا بخ... اشتباه شد درست سال ما که بدمون نمیدم ما نرفتیم والا می چرا یاد یه حاج اومد کاش ما میرفتیم انقدر زیارت انقدر نمیدونم چی انقدر اطعام یتیم کردی انقدر نیت مهمه یعنی اخلاص خلوص صورت بگیره خدا همینطور برای اینکه برای همین از کسی میرن جناب خیلی احمقان این که میگه دلت صاف باشه ای که اینا میگن اینه منطقه به انحراف بردنش بله مثلا در مورد انبیاء و این خود چی میفرماد؟ میگه لنصرف عنو حسو او الفحشا من عبادون المخلصی در مورد یوسف میگه میگه چون از از بندهای خالص شده ما بود و الا و اللا چی میشد به پالس زلیخا اوکی میداد خیلی هم فنین آیه رو گفته قرآن میگه همت به همت یعنی همت کرد اون زن به مرده به یوسف و همه به ها و مردم همت کرد چی؟ به ها بزنه اگر نمی بود برهان ربش بشه <applause> این اینجوری میگه قرمشون خیلی فنی آیا باید اینجوری میگفت همت به و اگر نمی بود برهان ربش همه به ها اما عمده نمیره اقب که یه شک به من شما میده یا اول فز یوسف هم بله <applause> میگه نه یه فبسری داره آخر اگر نمی بود برهان ربش یعنی چی؟ یعنی همه تون در خطر منم جلوش میگیرم فکر نکن خیلی وقتا خودت از اون مخمس در رفتی من بودم یه وقت توهم نزنی تو با خودت داری کاری میکنی ها توفیق من بود توهم نزنی بلند شدی رفتی مثلا دای نود ها من به توفیق دادم توهم نزنیم من اونجا خیر و انجام رو انجام دادم همچین بخل رو مینداختم تو جونت که یک قرون صدقه نبودی مثل داروغه بود رابین هودی یه سکه مینداخت محکم میزد همه سکه اومد اون یارو هم کور بود همه رو جمع میکرد جیب گدار هم میزدی توی پدر سوخته یه من بودم اگه برهان رب نباشه که تو تموم میکاره میگه میری یوسف چرنج ما خالصش کرده بودیم شیطان هم همینو میگه دیگه شیطان میگه اگه یه نفر به این مرحله برسه اتیر رس من در امانه خودش اعلام کرد یه قاله پس گفت به عزتک به عزتت قسم چرا به عزت قسم خود چون اسم خود بنام فلان شدهش ازازیل بود عزیز ایل عزیز خدا برای همین میگه من من که این صفت رو بهم داده بودن عزت تو رو میشنسم قاله فب عزتک لا اغوی نهم چهار پنج تا قسم توشه تاکیدشه لامش تاکید مزار بودنش نون مشد سقلش تاکید همش خیلی تاکید داره لا اوغوینهم اجمعین بابای رو در میارم یکیشون نمیذارم در بره لا و علی صراط وسط صراط مستقیم میشینم لا هم همون تاکید داره داره لامش تاکید الفش تاکید نون شده تاکید میشینم سر صراط یعنی یعنی شیطان سرات شناسه یعنی شیطان صورت مستقیم میشناسه بلد قش میگه میشینم اونجا ایسو بازرسی دستی میزنم یک دونه رو نمیذارم جمع شد الا عبادک منهم المخلصین آره زورم به اینا نمیرس من اساسا میتونم به ناخالصی اینا رو گیر بندازم یا انروبای دارم ناخالصی داشته باشن گیر میندازم اینجا خالص که میشن کاری نمیتون میذارم چه سر میخورم اون لارت میشه بشن. در مورد اهل بیت میفرمایید اینا خالص شدن برای همین کار یعنی برای اون معموریت خودت لنفسک و دینک برای معموریت تو اینا رو خالص کردی حالا این همه آدم شده اینا رو خالص کردی دو تا خوب دقت کن اولا آزمونی گرفته شده یعنی ما به حضرت زهرا سلام میدیم که السلام علیک یا ممتحنه تو قبلا امتحان دادی قدم تهنه کلا قبلا یخلو قبل اینکه خدا تو رو خلق کنه یه جای امتحان ازت گرفته چی بوده این یک دو بذارید که اینو اینو چهار پنج جلسه قبل گفتم خوب نه داشته باشید مثال قشنگی ببین شما میخواید این لیوان داغ رو بردارید از اینجا حتما این شست و این دوتا انگوش قویه رو میفرستید نمی با این انگوش برداری احتمال سقوطش هست من همین الان من دارم میگم یکی رو چفت میکنم بله دو داغون نشه دستم میذارم برای, برای یه مثال زدنم ریسک نمی کنم چون میدونم این تعطیله اینو بفرستم فاتحه خونده است برای برای ماموریتی اینو نمیفرستم برای این ماموریت نمیفرستم این برای ماموریت جزئی تر این زورش نمیرسه انقدر قابل اعتماد نیست شما ریسک نمی کنی خب حالا یه نفر میخواد معموریت ویژه انجام بده گفتیم این اولیاء الله معموران ویژه خدا رسولان خدا رسالت بر عهده دارن خب بر هر کاری یه کسی میفرستی همین الان مثلا بابای شما تو خونه مثلا میخواد نون بگیریم یه تو برو بخر ما کار انجام یکی دیگه میگه انجام اون بچهش که تعطیل شوتر نمیفرسته به کار بانک انجام بده دین پول رو به باد فنا میده یا بر مصاحبه مثلا چه میدونم به بعضی شما میگه باشو برو مثلا سیمچین رو بردا بیار میدونه چی سیمچین به بعضی میگه برو جواب رو بیار چون بگی سیمچین میره آچار فرانسه برات میره خانم معمولاً معمولا اینجوری هم مثلا فرق هم برده است و آچار فرانسه و اینو نمیدونن چی بعد به اون بگی برو جوابزار بیار یعنی متناسب با کاراکترش برش معمولیت تعریف میکنی میگه این معمولیت خیلی معمولیت دو سفرفتی بود جیمز باندی بود هر کسی رو نمیشد فرستاد اینکه دین تو رو بگیرن ببرن جلو تو این ملغمه و ملهمه و این قصه و آش شعله قلمکاری که ملائکش گفتن بابا نمیشه اون روز اول گفتم خدای داری چی کار میکنی؟ <applause> چی شد ساکت شدن با انبع هم یادم به اسماع ها اولا چند تا اسم گفت واقعا من نمیدونم برخیر مفصلی گفتم مثلا اسم یعنی ماه و ستارار اسماشون رو گفت یعنی چی خودشون چی فکر کرد مثلا فرشتا قبلا مثلا اسم خورشید چیه مثلا مثلا کوه چیه چند تا اسم بگو این خورشیده و ماهه عادت آدم داره بهشون میگه این ماه همی نیستی میگه کم زوحله عجب ما قبلش رد میکشدیم اکرام بهش میگفتیم اون به بقل دستش میگفتیم اون نه اون اون نه اون اون میگه اسامی رو که آورد همه قلاف کنن که تو رو باید داریم که اون اسما کله ها پنجتن رو گفت کلید واژه بود فسجدو بعد دقت کنید ها اولا هم خیلی قشنگ استفاده که میگه بطنی موجز از خورم ها اولا برای زبل اقول استفاده میشه برای موجوداتی که عقل دارن استفاده میشه میگه ها اولا. حتی مثلا این مشرکین به بوتاشون میگفتن ها اولا الاسنام یعنی چی اونا صاحبه چی میدونستن؟ صاحبه عقل و شعور رو تشخیص میدونستن قوه تمیز و فرغان میگفتن دارن اینا یه به اسماع ها اولا. حتی حتی این کله ها یه همه گفت ببین اول میگه اسماء هم مذکر بعد کله ها ها چیه؟ مهننس دیگه اینا نکاتی درش نافده شگفت انگیز